به نام یاد خدا و با تقدیم سلام به شما بیننده های عزیز، خیلی خوش آمدین بازم به برنامه. خوشحال هستیم از اینکه بازم فرصت مهیا شد تا در خدمت شما نیم ساعت قرار بگیریم با یک موضوع متفاوت و موضوع تازه که امروز در برنامه انتخاب کردیم. امروز در رابطه به انسان سالم از دیدگاه روانشناسی بحث میکنیم. انسان سالم چه ویژگی های خود داره، چه فرد را ما میتونیم بگیم فرد سالم هست؟ حالا به خاطر ازی مشاهده همه ما متوجه نشده باشیم، امروز در رابطه به اون همه خصوصیات افراد یا انسان سالم ما صحبت میکنیم تا باشه بیشتر در رابطه معلومات داشته باشیم. پس موضوع امروزی برنامه ما همی است، در رابطه به انسان سالم از دیدگاه روانشناسی بس میکنیم. موضوع جالب است، با ما نیم ساعت همراه باشین. امروز بازا هم استاد ذکریا بارکزی لطف کردن و در برنامه با ما هستن و بیشتر در رابطه به انسان سالم از استاد صحبت ها را می داشته باشم. خب 488 به خاطر پیام هایتان در خدمتتان است. کلید 4 هفت کلید برنامه ما هست. اگر میخواین پیام بگذارین مثل که دوستای ما لطف میکنن و پیام های خود گذاشتن که ما امروز هم یادداشت کردیم، حتما سوالی که داشتن از استاد خواد پرسیدم. لحظات بعد اگر خواستین سهم بگیرین ما در خدمت شما. سلام به شما، خوش آمدید. تشکر، سلامت باشین و ما هم سلام مختصر خدمت ایزان تقدیم دارم با امید موفقیت بیشتر شد. سلامت باشین. سوالای دوستای ما زیاد هست، بیان که سوالای دوستا آغاز بکنم چون نمانه و گله نکنن که سوالای ما را نمیخونین. زبید احمد سلام تقدیم کردن، سلامت باشین. و اینا اشاره که من داشتم، اینا هم سوال پرسیدن که ویژگی های انسان سالم چی هست. سلامت باشین. قسمی که بس خود ما هم نسبتاً کمک بس طولانی هست و بس بسیار مهم و سوالات دوستان در اینجا شروع شده، مختصرا خدمت شما به عرض میرسونیم تا ویژگی انسان سالم رو بدانیم. وقتی که ما از بود انسان سالم حرف میزنیم، دیگه ذهن ما در جهت قضیه این گونه بر ما بس نمیکنه که ما گویا از لحاظ برنامه های رژیم غذایی خود دچار مشکل نباشیم. میواره بس ما از لحاظ بود برنامه های روانی هست که ما از لحاظ ویژگی های روانی چقدر سالم بودن را در وجود خود داشته باشیم تا در امورات زندگی موفق باشیم. میگیم زبیر برادر عزیز، ویژگی های وجود انسان سالم خیلی ها زیاد است، اما به صورت مختصر ما با 5 جملهش بر شما اشاره میکنیم که در نظر داشته باشین. یک ویژگی انسان سالم همی هست که هیچگاه کار بد را علی خود انجام نمیده. وقتی که هیچگاه کار بد را علی خود انجام نداد، به معنای ازی هست که دیگه با مواد مخدر، به معنای ازی است که دیگه با رفیق بد، به معنای ازی است که با پدیده های زشت جامعه خود را روبرو نمیسازه. این کارهای بد را علی خود انجام نمیده. دوم، کوشش میکنه که همه خوبی های دنیا را نثار خود بسازه. وقتی خوبی های دنیا را نثار خود بسازه، به معنای عزیز خوب لباس میپوشه، خوب غذا میخوره، خوب صحبت میکنه، خوب ارتباط با دوستان خود برقرار میکنه، خوب از زندگی لذت میبره و از همه فرصت هایی که در زندگی بهش مساعد هست تک تک استفاده بسیار خوب میکنه. این جهت دومش است. در قسمت سوم، انسان سالم کسی هست که همه کارهای زندگی را مسئولانه انجام میده. بسیاری اوقات اگر ما متوجه شویم، انسان ها برنامه های زندگی وظایف خود را انجام میدن، اما در بعضی موارد اینا بی مسئول انجام میدن. گویا اگر خوب شد مال ما، اگر بد شد در گردن دیگر را تقصیرش بیفته. هم انسان سالم از جمله کسی است که هر کار خود را که انجام میده مسئولانه خودش انجام میده. نکته چهارم، انسان سالم کسی است که بیشتر به پیروزی خود، به موفقیت خود بها میده. چرا؟ میگه اگر من در برنامه های زندگی پیروز بودم، به معنای عزیز که به هدف خود رسیدم. همه اگر در برنامه های زندگی موفق بودم، به معنای عزیز است که همه کارها را کرده باشم و دچار مشکل نباشم. آخرین ویژگیش عبارت از این هست که انسان سالم در حریم دیگران مداخله نمیکنه و به هیچ کس هم اجازه نمیده که در حریم شخصی خودش هم مداخله کنه. بسیار خوب. زبید احمد انشاءالله که پاسختان را بده سارده باشین. سمیر احمد اینا هم سلام تقدیم کردن و گفتن که چگونه بفهمیم روان سالم داریم و تشکری کردن از برنامه. سلامت. بسیار نکته جالب را اشاره کردن که ما در برنامه زندگی این قانون خیلی مهم است که ما چگونه اطلاع حاصل کنیم که بدانیم از لحاظ بود روانی خود چهار مشکل نیستیم. سه مسئله در اینجا قابل بحث است. مسئله اول، یک، نظری سیستمی. در نظری سیستمی اگر ما به صورت کل متوجه شویم، ما یک انسانی هستیم که در وجود ما قسمت های بدن ما مختلف فعالیت میکنه. قلب ما در اینجا فعالیت داره، حقل ما در اینجا فعالیت داره، حالت تصوف ما در اینجا فعالیت داره، حالت منطق ما در اینجا فعالیت داره و برنامه های علمی و دانش ما در اینجا فعالیت داره. اما در بعضی موارد اینها با هم یک رویه هستن، همشان یک جهت را دنبال میکنن، دوچار مشکل نیستیم. در بعض موارد اینها رفتارهای ضد نقیض دارن که دیگه خود را قبول نمیکنن، دوچار مشکل هستیم. ما از آدرس یک نظر سیستمی داریم. نظر سیستمی است که ما انسان در یک جهت خود خواستها داریم، تقاضاها داریم. خواستها و تقاضاهای ما زمانی که به دنبالش هستیم، اینا رو در اختیار خود قرار میدیم. در جهت دیگر پس دوباره خروجی ها است که ما تحت عنوان رضایتمندی یا نارضایتمندی امی خواسته و تقاضای خود را از خود نشان میدیم. انسان سالم ویژگی خود را درک کنه که ما واقعا سالم هستم یا سالم نیستم، این از آدرس فیدبک ها پیدا کرده میتونه. از آدرس فیدبک ها دیگران بر ما یک منتقد بسیار خوبی هستن که نسبت به ما چی میگن، اجتماع نسبت به ما چی میگن و ما چی کارها را انجام دادیم، صحتمندی خودمون نسبت به ما میگن ما چی کردیم، چهره ظاهری ما بر ما نشان میده که ما چی کردیم، چی بود. اینو عجب موارد هستن که بر ما تک تک نمایان میسازن. نکته دوم،
خیلی اوقات ما کوشش میکنیم که عیبای خود را تک خود ما بپذیریم، اما در حالی که بسیاری موقعی سخت خواهد بود که ما عیبای خود را شناسایی کنیم که ما در کدام جهت عیب داریم، بخاطر که انسان ها قادر به چنین مثلا نیستن، اما دیگران عیبای ما را خوب بررسی کرده میتونن. بله. در هر کار از ما میتونن منتقد نقد داشته باشن. ما اگر به حریمشان اجازه بدیم و اجازه هم قائل شویم که شما عیبای ما را بر ما بگین و ما از عیبای خود بتونیم یک تجربه خوب بگیریم، در آینده تکرار نکنیم، پس ما این ویژگی در خود جا دادیم و جبله هم پیدا کردیم که انسان سالم هستیم، انسان سالم نیست. بله استاد، انسان سالم چی دید به زندگی دارم؟ انسان سالم وقتی که میگیم چی دیدی نسبت به زندگی داره، دیدی بسیار زیبا نسبت به زندگی داره که ما دیدهای از این یک دستبندی کنیم و به اساس دستبندی خدمت ایزان تقدیم کنیم تا بس ما خوبتر در اینجا بتونه به کرسی بشینه. اولین دید انسان سالم همی هست که خود را به اساس داشته های شخصیت خود تبارز میده، هیچگاه خود را در پشت شخصیت خود پنهان نمیکنه. ما زمانی که به اساس داشته های شخصیت خود را تبارز دادیم، به معنای هزی هست که هر چیز کار کرده وجودی ما به صورت عینی و حقیقی که است. بله. ما مطابق از این رفتار میکنیم، از چهره ظاهری ما بد ما نمیه، از حرف ما بد ما نمیه، از درآمد مالی ما بد ما نمیه، از ایجاد روابط با دیگران بد ما نمیه. اینها همه چیزهایی هستن که جزء کرکتر شخصیتی ما هستن، ما برش بها میتیم، ارزش میتیم. بعض از انسان ها هستن که در این قسمت به این ارزش و بها نمیتن، با وجودی که در بود شخصیتی خود چهار مشکل هستن، کوشش میکنه خود را در کمبودی های شخصیت خود پنهان کنه، اگر از لحاظ برنامه های درآمد مالی است، اگر از لحاظ چهره ظاهری است، اگر از لحاظ ایجاد روابط است، اگر از لحاظ تاریخچه که ما در زندگی کار بد را انجام دادیم، اینها خود را پنهان میکنن که در زندگی باید این نکته را در نظر داشته باشیم. قسمت دوم، در قسمت دوم خیلی وقتی که از ویژگی هایی که در حمل سالم بودن ما را میتونه در جامعه نمایان بسازه، به عبارت از این موضوع هست که بسیاری اوقات ما کوشش میکنیم که از رنج های سازنده دوری کنیم. انسان هایی که اگر از رنج های سازنده دوری کردن، به رنج های کشنده مبتلا میشن. آخر رنج های سازنده تا چه مسئله است؟ ما قرار است که صبح ساعت 5 از خواب بیدار شیم، بیدار شدن ساعت 5 صبح کمه اور درد داره، کمه اور رنج داره، به خاطر همو درد و رنج، از این درد رنج کشنده نیست، سازنده است. اگر ما 5 صبح بیدار شدیم چند کار را انجام میدیم؟ ورزش خود را در اینجا تکمیل کردیم، مطالعه خود را در اینجا کردیم، برای خانه هم کم کار انجام دادیم، از اکسیژن هوا بسیار خوب استفاده کردیم، پس ما دیگه نماز صبح هم به جا آوردیم. خب اول مسئله بود، خب این به این معنا بود که ما بالاخره رنج سازنده را ازش دیگه فرار نکردیم. وقتی از رنج سازنده فرار نکردیم، به رنج کشنده مبتلا نشدیم. هم اگر قرار بود که در زندگی از رنج های سازنده فرار کردیم، معلوم دارست که به رنج های کشنده مبتلا میشیم. خب اگر سرخیز نبودیم، ورزش نکردیم، رژیم غذایی درست نداشتیم، معلوم است که استرس و افسردگی اینا ما را دنبال میکنن و با مشکلات ما را مواجه میکنن. ویژگی سیومش در حمل سالم بودن یک انسان که در جامعه خیلی کاربرد داره، داشتن عشق و محبت در وجود یک شخص است. خیلی اوقات در برنامه های زندگی حسن عشق مطرح نیست. وقتی که عشق مطرح نبود، ما برای زندگی یک آهنگ میتیم. آهنگ زندگی ما امو هست که یا بریم کار یا پس دوباره از کار بریم به طرف خانه، مانند یک ماشین که مثلا اگر به ماشین به هر گونه که شما ها اشاره کنین، ماشین همون گونه کار خود را انجام میبرن. همون از پیامت های بیرونی که آگاهی ندارن. ما اگر زندگی را بر مبنای داشتن یک عشق پیش بریم، دچار مشکل نیستیم. اما جالب در اینجا ای است که چی نوع عشق در زندگی باشه که ما را واقعا بتونه به طرف سالم بودن قضیه سوق بده. بسیاری کسا میگن که ما با عشق های مریضی میتونیم که خیلی ها در زندگی پیش بریم. میگیم اصلا عزیز، عشق مریضی در زندگی بر ما فرصت نمیده که ما خیلی ها پیش بریم، به خاطر که عشق مریضی عشق است که اگر به هدفت نرسیدی، جهت دیگهش نفرت است، بر تو عقده میته، بر تو کینه میته، بر تو همیشه اندوه میته. ما اگر در زندگی با عشق های غریزی همواره قدم گذاشتیم، خیلی انسان سالم بوده میتونیم که به معنای عزی است که در قدم نخست نسبت به خود یک مطالعه میکنیم که ما کی بودیم. وقتی که جواب خود را پیدا کردیم که ما انسان هستیم، در این زمین جایگاه داریم و این زمین زمین خرد نیست که تنها مال دو شخص سه شخص باشه. این زمین خیلی ها بزرگ است، برای هر کس جایگاه هست، جای خود را حاصل کنه. ما از آدرس شناخت خود به اطرافیان خود توجه میکنیم. وقتی که اطرافیان خود را به صورت خوب شناختیم، از آدرس اطرافیان خود به اصل شناسی میرسیم که یعنی کائنات چقدر زیبایی در خود داره، چقدر قانون های زیبا در خود داره. از آدرس اصل شناسی به تاحال شناسی میرسیم که بله، قدرت بالاتر از این مسئله در اینجا موجود بوده. یه جمله عشق های غریزی است که ما در زندگی دچار مشکل نشدیم و زندگی را خوب استفاده کردیم. قسمت بعدیش از جمله انسان هایی که خیلی ها در برنامه های زندگی سالم هستن و واقعا نمونه یا الگو برای دیگران قرار می گیرن، اینا در قسمت وقت خیلی ارزش میگذارن. اینا از جمله وقت خیلی ارزش میگذارن. ما بسیاری اوقات در قسمت وقت خیلی ارزش قائل نیستیم. اگر قرار است که با طرف مقابل وعده کردیم، نیم ساعت بر ما معنا نداره، بر ما 45 دقیقه معنا نداره، هم انسان سالم برش 5 دقیقه هم معنا داره، به خاطر که از هر فرصت زندگی خوب استفاده کرده و دچار مشکل نبوده. و نکته دیگه چی است که اینها در هدف خودم دچار مشکل نیستن، اهداف زندگی را بر مبنای امکانات زندگی انتخاب میکنن. وقتی که بر مبنای امکانات زندگی انتخاب میکنه، میبینه که ما واقعا در یک مسئله، در یک هدف دسترسی پیدا کرده میتونیم، دسترسی پیدا کرده نمیتونیم. اگر دسترسی پیدا کردن، انرژی های بیشتر رو مصرف میکنن و اگر دیدن که نه، به یک بنبست و مانی مواجه میشن، دیگه ردش رها میکنن، دوباره هدف رو از سر میگیرن. این هم دید افراد سالم نسبت به زندگی که استاد ایراب تا خیلی خوب صحبت کردن. از این بخش صحبت کردیم، یکی از خواهرای ما هم نظر گذاشتن، جمیله جان، که اینا هم گفتن یکی دیگر از خصوصیات یک انسان سالم امیدواری و داشتن امید است.
منظور از امید این است که فرد علی رغم قانی بودن و زیستن در اینجا به آنچه که داره رضایت داره و به فردای روشنتر و موفقتر هم مطمئن هست و هرگز به خاطر نگرانی ها یا اتفاقات آینده آرامش امروز خود اینا برهم نمیزنن. و تشکری کردن از برنامه ما سلام هم در آخر تقدیم کردن، سلامت باشین. از امید یاد کردن استاد، خیلی بر میخوره بر جامعه ما از لحاظ روانی کسایی که این یا بگن دوچار ناامیدی هستن، بعضن این مشکلات برشان به وجود میاره. حالا یک دوست ما هم سوال کرده بودن که ما چگونه بفهمیم روان سالم داریم. بخاطر از اینکه روان سالم داشته باشیم چی چیزها چگونه به خود ذهنیت انگیزه مثبت بتیم. سلامت باشین. عرف از انگیزه مثبت در میان آمد به خاطر امیدواری در برنامه های زندگی که ما واقعا انسان سالم حساب شویم. در قسمت توسعه جان اشاره کردن و تحقیقات روانشناسی بود، دو کاتگوری از افراد را نشان دادن و فینا انسان سالم مرد تو از اینا هستن و نسبت به زندگی خود امیدوار هم هستن. کاتگوری افراد را دیدم که اینها خیلی شاد هستن. از اینا سوال کردن که علت شاد بودن شما در چیز، گفت علت شاد بودن ما در امیدهای آینده ما هست که ما در آینده ها 1, 2, 3, 4, 5 کار را انجام میدیم و خیلی ها خوشبین هستیم. در قسمت دوم افراد دوم را در مقابل از اینا قرار دادن که اینها خیلی ها شاد بودن. گفت که علت خوشی شما در چی است؟ گفت علت خوشی های ما در داشته های امروز ما است که ما از همه داشته هایی که امروز داریم خیلی حال لذت میبریم. این دو کاتگوری از افراد در برنامه های زندگی خیلی زیاد هستن. در سرزمین ما جامعه ما زیاد هستن، اطرافیان ما خیلی زیاد هستن، در دنیای دیگه هم خیلی زیاد هستن. این دو کاتگوری از افراد از جمله کسانی هستن که دارای یک سلسله خصوصیات منحصر به خود هستند. بیان استاد روی این خصوصیات افراد موفق، افراد سالم صحبت میکنیم. یک وقفه خیلی کوتاه در ادامه با ما همراه باشین و ادامه صحبت های ما میباشن. ادامه برنامه هست، بازم با شما هستیم، خیلی خوش آمدین. موضوع امروزی برنامه ما در رابطه با انسان سالم صحبت میکنیم. چه کسی را ما میتونیم بگیم فرد یا انسان سالم هست از دیدگاه روانشناسی؟ چه خصوصیات و چه ویژگی هایی را باید داشته باشیم؟ خب استاد هم تا خیلی مسائلش بحث کردن. سوال که قبل از وقفه داشتم استاد در رابطه صحبت میکردن همو این که چگونه به خود ما انگیزی مثبت بتیم تا نسبت به زندگی ما خوشبین باشیم، دید مثبت نسبت به زندگی داشته باشیم، که هم یکی از خصوصیات انسان سالم است. اما این که چه راههای اینا به خودشان انگیزی مثبت میتن از استاد بشنویم. سلامت باشین استاد جان. اگر فراموش نکنیم یک قسمت هست که بس ما باقی مونده که خدمت ایزان تقدیم کنیم، بعد برمیگردیم به بس جدید ما. ما صحبت ما در این بود که این انسان ها را شناسایی کردن، دیدن که جمله افراد بودن که اینها هم خوشی ها شاد بودنشان نسبت به اهداف آینده شان است، امیدواری های آینده شان است. اینا دارای یک سلسله خصوصیات منحصر به خود هستن. خصوصیات منحصر به افراد، این افراد چی گونه هست؟ اینا بیشتر به چیزهای خوشباب بها میتن. از میوه خوش خیلی استفاده میکنن، شیر اصلا دوست ندارن، پنیر خیلی ها بجاش دوست دارن، نان گرم اصلا دوست ندارن، نان خیلی ها سرد دوست دارن. اینا از جمله انسان هایی هستن که خیلی ها شاد هستن، اما امید شاد بودنشان هم دلیل امیدهای آینده شان است و خصوصیتشان هم است که اینا از خوشگباب خیلی استفاده میکنن. برعکس انسان هایی که خیلی ها شاد هستن و دلیل شاد بودنشان در شرایط امروز یا زمان امروز است، اینا دارای ویژگی های منحصر به خود هستن. اینا از جمله کسانی هستن که به طرباب خیلی بها میتن، یعنی به میوه خیلی بها میتن، به شیر خیلی بها میتن، به نان گرم خیلی بها میتن. اینا علت خوشیشان در این هست. اما دوستان شاید در اینجا متردد شوند که آخر ما در بین این دو کاتگوری هستیم و جمله کدام عزیز باشیم تا انسان شاد باشیم، در زندگی انسان سالم باشیم. میگیم اگر با هر دو پیمانی هستیم کوشش کنیم از جمله انسان باشیم که اگر امروز خود را در بخاطر فردای خود سپری میکنیم، فردا از جمله انسان حساب نشیم که پس به امید افسوس نیمه امروز خود سپری زندگی کنیم که کاش دیروز ازی کرد و مراتب خوبتر بود. ما در هر لحظه زندگی بتونیم که وظیفه خود را به صورت اساس پیش بریم. در این قسمت مسئله روانشناسان بس باز میکنن برای اینا، میگن که انسان یک موجودی است که اگر بخواد سالم باشه، تنها سالم بودن انسان در یک جهت کاری نیست که مثلا ما در برنامه کاری خود خیلی ها فرد سالم هستیم، در برنامه خانوادگی سالم نیستیم، ما در تجارت خود خیلی ها سالم هستیم، در یک جای دیگه خیلی ها ناسالم هستیم. میگه انسان سالم یا انسان موفق از جمله او کسی است که این مسئله نقش های خود باشه، نقش خود را در هر جای خوب اجرا کنه. اگر قرار است میره در یک مجلس عروسی به صفت یک میمون، نقش خود را به گونه اجرا کنه که هم از محفل عروسی لذت ببره و هم بتونه که یک تاثیرگذاری بر از اونها هم داشته باشه. اما اگر قرار است که پس دوباره می در محیط کار از جمله فرد باشه که در محیط کار نقش خود را به گونه اجرا کنه که هم در محیط کار ازش احساس رضایت مندی داشته باشن و هم این نسبت به محیط کار خود لذت ببره. حال متاسفانه که ما در سرزمین افغانستان میبینیم که چنین مثلا نیست. اگر ما در یک موقف یا در یک پست های دولتی هستیم، هیچ دوست نداریم پیاده گشتی کنیم، به خاطر میگم اگر پیاده گشتی کردیم اما به طرف ما نگاه میکنن، ما با شخصیت ما زیر سوال برده چهار مشکل شویم. ما اگر به یک پست
کلیدی نیستیم، نیمه کلیدی هست، کوشش میکنیم اثر کراچی هیچ چیز نخریم، به خاطر از اینکه ما به طرف اون نگاه میکنن مسئله چی خواهد شد، یا به یک تاکسی کنه اصلا سوار نمیشیم، کوشش میکنیم که امورا منتظر یک تاکسی جدید هستیم کی به سوار شیم. اینا جمله مسائل هستن که دیگه جهت سالم بودن ما را تجلی نمیتن، اینا در قسمت ما را دیگه دچار ضعفای شخصیتی میسازن که ما جمله انسان سالم نبودیم. پس انسان سالم را در قالب این مسئله که ما اگر در آینده ها موفق باشیم کسی باید باشیم که ما مسئله نقش خود باشیم و نقش خود را در هر جای خوب تمثیل کنیم، به خاطر اینکه قانون زندگی است. بسیار خوب احمدزای امیری، اینا سلام تقدیم کردن و تشکری کردن از استاد، از اینکه گفتن همیشه موضوعات خوب و را به بس میگیرن، سلامت باشید و گفتن چگونه میتونیم انسان سالم باشیم. حالا روی ویژگی هایشان صحبت کردیم، بیاین این که اگر فرض مثال فردم باشه که بگه این خصوصیات من ندارم و میخوایم که حالا انسان سالم باشم، چگونه بتونم برسم به این سالمی؟ برادر عزیز، وقتی که اتو صحبت میکنه که ما چگونه واقعا انسان سالم باشیم، هر کس تلاش میکنه، میلیون ها افراد در روی زمین زندگی میکنن، همشون در تلاش هستن که انسان سالم باشیم، اما با وجودی که هدی سالم بوده میتونه هدی سالم بوده نمیتونه. یکی از مسئله ها یا یکی از دغدغه هایی که واقعا امروز جوان ها رو خیلی ناامید میسازن و میگن که ما دیگه انسان سالم نیستیم، یک مشکل خرد ریزی که در زندگی از اینا پیدا شد، همین مشکل زمینه رو مساعد میسازه که دیگه اینا نابود شون. ما میگیم در عمرات زندگی عزیز، جوان انسان سالم کسی است که اگر یک مشکل روانی آید حال شد، با یک مشکل نباید نابود شوه، به همون اندازه یک مشکل پیدا بشه مشکلات خود را هم حل کنه. حالا متاسفانه که یک شای در اینجا در اختیار ما نیست که نمونه عینی میگفتیم. فرض میکنیم موسی جان که اگر ما دست خود را به این حالت بگیریم، بله، یک لیوان آب را در اینجا قرار بدیم، این کار اگر خودت کنی یا ما کنیم یا یک از دوستای دیگه کنه، چقدر تحمل خواهد داشت که لیوان ها برای دست خود بگیره؟ خب نظر به قدرت فیزیکی وجودش است، شاید هم نیم ساعت، شاید 45 دقیقه، شاید یک ساعت، یا شاید هم کمتر و بیشتر از این. مثلا خب بالاخره دست شل میشه، گلاس هم پایین میفته، دستش هم در اینجا ناتوان میشه. در زندگی هم اگر ما با یک مشکل طرف میشیم، یک مشکل مانند موریانه زن ما را میخوره و ما را اصلا برای ما فرصت هم نمیده که ما کارهای دیگر انجام بدیم. در زندگی به هر اندازه که مشکل زیادتر باشه، با ما اندازه انسان ها بالا میان، با ما اندازه را کار وضع میکنن، با ما اندازه سطح هوشیاری انسان ها خیلی بالا میره. مثل که ما گلاس ها را در اینجا گرفتیم، نتونستیم نگاش کنیم، دست ما شل شد، دوباره هفتاد. اگر مانند از این گلاس 100 گلاس دیگه هم آب داشته باشه، روی یک میز گذاشته شوه، بر ما فرصت بده که شما با دستون از اینجا گلاس بگیرید در جای دیگه برین، راحتی کار کرده میتونیم. همیشه قشنگ در یک ساعت اینجا میگذاریم. انسان ها چون این موجود هستن، امروز در قسمت همین مثلا بزرگان این گونه صحبت میکنن، میگه عزیزان در زندگی هر قدر مشکلی که در زندگی پیدا بشه، به اندازه یک ساعت فکر و تفکر انسان ها ارزش نداره، به خاطر که این تفکر و قدرت ذهنی ما انسان هاست که هر نوع مشکل رو میتونه اثر روی خود برداره و دور هم بسازه. هم اگر در زندگی در جستجوی دنبال بهانه باشیم، خب بالاخره از جمله انسان هستیم که دیگه ما انسان های فرصت طلب های هستیم که همیشه فرصت ها رو دنبال میکنیم. انسان موفق از جمله کسی است که فرصت طلب نباشه، فرصت ساز باشه در زندگی، که خودش فرصت ها رو بر خود مساعد بسازه تا بتونه به سطح اهداف نهایی خود هم برسه. ما اگر قرار بود که در زندگی یک ناامیدگی بر ما پیدا شد و همیشه به خاطر همین ناامیدگی چرت زدیم، حرف زدیم، دچار مشکل هستیم. در این قسمت دو فرمول بسیار خوب برای برادرها اشاره میکنم که برادر عزیز، به جمع شما هم دوستای دیگه هم که دچار چنین مشکل هستن، اینو به یاد داشته باشن. دو قسمت از انسان ها هستن. یک انسان های سن میگه مشکل آید حال مشتم و میخوایم انسان سالم باشم، چی باید کنیم؟ میگیم برو کار شروع کن. میگه کار اصلا شروع نمیکنم، هر زمانی که صحتمندی و سلامتی خود را حفظ کردم بعد کار شروع میکنم، دچار مشکل نیستم. کاتگوری دوم از انسان ها هستن، میگه ما خیلی ها انسان های سالم نیستیم، خیلی ها از زندگی رنج میبریم، مشکل کار در چی است؟ میگه من میرم کار شروع میکنیم. میگیم کار شروع نکن. میگه کار شروع میکنم، بعد از اینکه کار شروع کردم از آدرس خود کار رنج هایم به صورت کل هم دور میشن. ما خیلی اوقات به خاطر یک رنج زندگی همه کارها را تعطیل میکنیم، میگیم عزیزان تعطیل کردن کار خوب نیست. هر زمانی که ما اگر به یک رنج و به یک مشکل مواجه شدیم، به اندازه که کار میکردیم کار خود را دوچند بسازیم، وقتی کار خود را دوچند ساختیم، هی بر ما فرصت را مساعد میسازه که گویا در قسمت رنج های خود مبارزه کنیم و رنج ها را هم دور بسازیم. ما در برنامه های زندگی خیلی اوقات ناامید بر این هستیم که یک ساعت رنج زندگی را یک عمر رنج زندگی میدانیم. میگیم همین روز یک رنجی که بر ما عاید حال ما شد، دیگه همیشه ما را فرا میگیره، تحت پوشش قرار میده، ما دیگه انسان راحت نیستیم که از این رنج ها آزاد باشیم. اما در حالی که چنین موضوع بوده نمیتونه، اگر امروز رنج است فردا رنج نیست. اما در اینجا چیزی که مهم است اعتماد به نفس و باور ما. بسیار خوب، تماس داریم انتقلا جان و خط تلفن ربیع الله جان با معذرت، خب من غلط شنیدم. سلام، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. بله برادر جان، استاد قند سلام علیکم. تشکر، علیکم سلام، بفرمایید. زنده باشید استاد محترم. من گفت یک انسانی که مثلا خانمش بهترین خانم باشه، هیچ کدام نقص نداشته باشه، انسان در شک بفته، به خاطر امزو یک مشورت پیشتون میکردم، خیلی ببخشین. خواهش میکنم یک کم مسئله رو بر ما کم روشن‌تر بسازین. با وجود خانم انسان، خانم خیلی خوبه هست و ما چرا با شک مفتیم؟ علت شک ما در چی بوده میتونه؟ مثلا خانمش
خانمش مثال صحیح خواهد باشه، آدم شک کنه، خدا نخواسته که کس رابطه داره یا کدام چیز داره شک سرش کنه، باگو هم آدم سم باشه. تشکر، آل رسیدیم به مسلم. خودم آدمم که از سمیت بخواهمه که از خود آدمم قضاوت نمیتونه که مثال مورو بگوی که خدا نخواسته تو کس رابطه داره. تشکر عزیز، زنده و سلامت باشین. تشکر از شما. شما خب بفرمایید. در رابطه با انسان سالم یکی از خصوصیتایی که عزیز ما اشاره کردن، همین شک داشتن هم در زندگی ما رو انسان سالم حساب نمیکنه. اصلا خود شک یک مکتب فلسفی هست که به خاطر تحقیقات علوم جایز هست، به خاطر که انسان ها در مسائل علمی شک میکنن. وقتی که شک کردن، همین فرضیه های از اینا میتونه به تئوری های جدید مبدل شود، در سرانجام بالاخره به قاعده و قانون بی انجامت و در آینده ها انسان ها از خیلی مفاد کنند. اما شک در امورات زندگی کار چندان خوب نیست، به خاطر که ما رو با مشکلات مواجه می سازند. ما بسیاری اوقات اگر قرار باشه که نسبت به یک پدیده به صورت کل نگاه کنیم، ما اولین قضات را که در خود داریم تحت عنوان حق و منطق خود ما انسان ها هست. انسان ها بسیاری اوقات خطای ادراکی میکنن. خطای ادراکی انسان ها بر مبنای چند مسئله هست. خیلی اوقات کس را دوست داره، اما یک سلسله کارها را که انجام میده به خاطر کی را دوست داره میگه اسپیش مازردن نشه، برای بازگو کردن نمیتونه. خیلی اوقات انسان ها یک کار را انجام میدن که جامعه به گونه برش ترتیب میده که دچار مشکل میشن. میگیم عزیز، اگر ما قرار باشه که با سوی زن با شک پیش بریم، از زندگی مفاد کردن نمیتونیم. در زندگی هیچ کار نباید اعتبار کرد. اگر اعتبار میکنیم، درست اعتبار کنیم و سوی زن را در زندگی جا ندهیم. خب سنیتا جان، خط تلفن بودن امیل از که ما میخواستیم تماسشان بگیریم، تماسشان قطع شد. آها، با عرض معذرت، ببخشید. خیلی خب، انشالله که برادر ما هم پاسخ خدا به دست آورده باشن. استاد، مشکلات یا یاد کردیم بیاین خیلی کوتاه رو یک تعداد افراد که مثلا امروزه با مشکلات که اینا روبرو میشه که خونه میفهمن چگونه با این مشکلات مقابله بکنن، مبارزه بکنن، خیلی هم به این تشویش هستن که چگونه این مشکل ما حل بکنم، چه تصمیمی بگیرم تا این مشکل ما حل شوه. به همین فکر وقتشون هم میگذره. حالا این که اگه یک فرد سالم باشه در همچو حالاتی که بتونه خیلی خوب با مشکلات مبارزه بکنه، خیلی مستحکم اراده مستحکم داشته باشه، تصمیم خوب بگیره، همین لحظه خواهد کرد با این همه مشکلات اگر روبرو باشن؟ اول این حرف برای خود جواب بده که در زندگی باخت موجود نیست. 99% باخت زندگی برد زندگی هست. 1% رو به نام باخت اینجا مطرح کردیم که وام از دست میتیم، اگر کم حوصله داشته باشیم پس دوباره به ما برمیگرده. این قانون زندگی است. هیچگاه در زندگی انسان ضرر نکرده، همیشه در زندگی مفاد کرده. ما خیلی وقت در همه زندگی که مفاد ضرر میکنیم، ضرر ما بر مبنای چیزهایی هست که بالای ما تعمیل شده. چه چیزها بالای ما تعمیل شده؟ امروز ترس را که ما در زندگی داریم، این ترس ما فطرتاً با خود نوردیم، تعمیل شد بالای ما. گفتن که در قسمت هدف شما رسیده نمیتونید، بالای ما تعمیل شد. امروز نفرت را که با خود داریم، فطرتاً با خود نوردیم، این بالای ما این مسئله به صورت کل تعمیل شد. امروز زمانی که ما به هدف خود رسیدگی کردن نمیتونیم، وضع مالی ما خیلی خوبتر نیست، مشکلات زندگی از لحاظ اجتماعی دچار مشکل شدیم، اینا از جمله مسائل هستن که تک تک بالای ما تعمیل شد. اما چیزی را در زندگی با خود به صورت فطری آوردیم، مو عبارت از قدرت عقلانی و منطق انسان ها است. هر زمانی که ما قدرت عقلانی و منطق خود را نسبت به هر قضیه مربوط میسازیم یا در اینجا در اعماقش دخیل میسازیم، به معنای ازی است که در مقابل هر قضیه یک راهکار وضع میکنه. امروز اگر در زندگی ما به این باور رسیدیم که گویا در زندگی به هر اندازه که مشکلات هاید حال ما شد، ما بنا بر هر مشکل از خود راهکار وضع میکنیم، مشکل خود را حل میکنیم، انسان توانا هستیم. اما اگر در مقابل از این باور در خود داشتیم که نه، همه مشکلات زندگی پیدا میشه و فقط در همه زندگی این مشکلات عاشق ما شده که تنها به طرف ما بیاید، دیگران از این مشکلات به صورت کل دور هستن، خود را با دیگران مقایسه کردیم، ما کار کردن نمیتونیم. انسان ما فقط جمله کسی است که خود را مقایسه نمیکنه، با مشکل مبارزه میکنه. بسیار خب، آخرین تماس هم میگیریم. قیس جان روی خط تلفن هستن، سوالشان هم میگیریم چون وقت ما خیلی کم است. سلام، خوش آمدین. سلام. سلام، خوش آمدین. بفرمایید، اگر موضوع را گرفتین سوال دارین ما مشتاقیم. سلام علیکم. اول سلام خدمت استاد تقدیم میکنم. خواهش میکنم عزیز. میخواستم که از استاد یک سوال کنم که من خودم در زندگی بسیار کوشش کنم، مثلا دست میخوانم، عمل کار میکنم در جای و میخوام کار خوبتر داشته باشم، اما چون زمینه مساعد نیست هر جای کش میکنم، چون واسطه باشی از پیشرفت زندگی که میخوایم که پیشرفت که میخوایم در زندگی داشته باشم، اما نمیتونم. دمی بسیار در یقم همیشه دلخور میباشم. هرچی میخوایم که خب، تشکر قیس جان از اینکه تماس گرفتین. ما سوال شما را گرفتیم. خب چند دقیقه وقت داریم تا استاد؟ وقت ما تمام است. خیلی کوتاه چیز برشان گفتنی دارم. کوتاه اگر بگویم خود بر قیجان هاتو گفتم که قیجان ناامید نشد در زندگی، اما ازش خواهش میکنم خیر سوالشان پیش ما باشم، شما در برنامه دیگه برشان جواب میگیم. خب قیجان، متاسفانه وقت ما تمام است. شما بیننده باشین. انشالله ما به زودترین فرصت بازم با استاد برنامه رو می داشته باشیم و حتما سوال شما رو هم یادداشت میکنیم. سلامت باشین استاد. تشکر، زنده و سلامت باشین. سپاس از همه شما که بازم با ما همراه بودین. این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. بقیه برنامه های تلویزیون خورشید هم فراموش نکنین. الان نگهدار.